بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. و بعد محصلین عزیز و گرامی، در سلسله درس فقه توثیقات و درس چهارم رسیدیم ما شما. درس چهارم ما شما الرهن است. الرهن به معنای مختصرش معنای گروی، و در کتاب اختیار ما شما در جنایش هست کتاب الرهنه. و متن عربیش هم تعریف رهن را کرده، و هو عقد وثیقة بمال مضمون بنفسه یمکن استفاؤه منه ولا يتم الا بالقبض او بالتخلیه و قبل ذلك ان شاء سلم و ان شاء الله. قبل از اینکه ما شما مسئله رهن را بپردازیم، یه بار تشریح کنیم. در درس سوم ما شما معاصرین عزیز بیاد دارن که موضوع اخیری که خوانده بودیم در روز اختتام حواله بود، و گفته بودیم که حواله در صورت‌های زائل به اختتام میرسه یا به انتها میرسه یا ختم میشه، که فسخ حواله بود حق محال در حالت تلف باشد، ادای دین بود مرگ محال و وارث شدن محال علیه، هبه دین از طرف محال، صدقه کردن محال و برد دادن محال با محال علیه. انشاءالله این را شما یاد گرفتین و حفظ کردین و را خوب در ذهنتان ششته. دیگه میریم به درس جدیدی خود که کتاب الرهن است. محصلین عزیز، ما شما در ابتدای درس گفته بودیم که عقود توثیقات تقریبا عمده عقدهایشان 3 عقد است، که یکی کفاله بود آغاز خواندیم، و دیگه حواله بود که درس تقریبا بعدیش بود، و بعد از کتاب الرهن است. رهن هم یکی از امو عقود توثیقات است که توسط از یک حق توثیق و محکم میشه. رهن چی معنا و در لغت به چی گفته میشه، در اصطلاح به چی گفته میشه، و ان شاء الله ما اینجا سلایت ها را آماده ساختیم، از روی زیبا ما شما پیش میریم. اینجا صرف بخاطر از اینکه یک نوه رابطه ما شما با کتاب الاختیار باشه، متنی از کتابم در اینجا یک کمی ما نقل شده و او را صرف انقدر اینجا میبینیم میخوانم و مختصرا ترجمه میکنم، و باز میریم به مو تفصیلی که در اونجا ما شما داریم، از روی از او تفصیل باز باقی درس را پیش میبریم. متن عربی به معنی که متن عربی کتاب است. وهو عقد وثيقة بالمال مضمون بنفسه يمكن استفاؤه منه. امی اندازشی تعریف عقد رهن است، تعریف اصطلاحیش است، یا تعریف به نزد فقها، تعریف فقهی عقد رهن. میگه که عقد توثیق است، عقد وثيقة عقد توثیق است، توسط مالی که او مال خودش قابل زمان باشه، به نفس خود قابل زمان باشه، و که ممکن باشه گرفتن یا پورا استیفای امو مال از امی دین، از امی دین، از امی رهن، گرفتن مال ممکن باشه از امی رهن. ولا یتم الا بالقبض و تخلیت، میگه که تمام نمیشه امی عقد رهن مگر اینکه قبض صورت بگیره، یعنی از طرف گرو گیرنده مالی که بگرو داده میشه و قبض شوه به تصرفش بیا، و به تخلیت یا ای که او را گرو دهنده تخلیه کنه، یعنی از او برای، ولو که به دسترس گرو گیرنده قرار نگرفته باشه. و قبل ذلك ان شاء سلم و ان شاء الله، پیش از این اگر خواسته باشه تسلیم کنه، اگر نخواسته باشه نه. به هر صورت متن چیز بود، شما قدر زیاد به ای ملزم نیستین، چرا که باقی نمات نشمانده، صرف یک نوه
آشنایی با کتاب اختیار شما پیدا کردین. حالا میریم به طرف تفصیل تعریف، تعریف رهن در لغت و اصطلاح، و به طرف باز میریم طرف دلایل مشروعیت از او، و میپرسم احکام باقیه رهن انشاءالله باز رو به تفصیل میخوانیم. محاصرین عزیز، اول میاییم به تعریف رهن. رهن در لغت، رهن در لغت به معنای حبس کردن است، به معنای مطلق حبس کردن است، یعنی بند کردن یا حبس کردن. و از همین معنا یا از همین لحاظ در قرآن عظیمشان هم آیتی آمده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کل نفس بما کسبت رهینه، یا آیت قرآن عظیمشان است، کل نفس بما کسبت رهینه، هر نفس به چیزی که کسب کرده گروی از اوست، یعنی هر نفس در گروی عمل خود است. یا دیگه آیت میگه کل امرئ بما کسب رهین، کل امرئ بما کسب رهین، او جهان به میمان است که هر شخص چیزی را که کسب کرده در گروی مکسب خود است، در گروی عمل خود است، یعنی مانایی که همون چیزی که عمل انجام داده پاداش عمل خود را خودش میبینه. دیگه در اینجا به مانای رهینه از رهن گرفته شده و مانای حبس کردن است، یعنی هر انسان در مقابل عمل خود بند میشه، حبس کرده میشه، یعنی مجازات داده میشه. این معنای لغوی رهن بود. خب رهن در اصطلاح چی معنا؟ یا رهن در اصطلاح فقها چی معنا؟ فقها رهن را در اصطلاح خود چه قسم تعریف کردن؟ قال الحنفیتو، قال الحنفیتو، الرهن جعل الشیء محبوسا بحق يمكن استفاؤه منه، يمكن استفاؤه منه، يمكن استفاؤه منه. ترجمهش را اینجا مختصر براتون کردیم که ترجمه از این تعریف، محبوس قرار دادن یک جنس در مقابل یک حق که استفایش از آن ممکن باشد، یعنی یک جنس را یا یک عین را در مقابل یک حق محبوس می‌سازیم، در مقابل یک حق چی می‌کنیم؟ محبوس می‌سازیم. آن همین جنس را که در مقابل حق محبوس ساختیم، هدف از این محبوس ساختن چی است؟ هدف از این محبوس ساختن ای است، یا بند ساختن همین جنس ای است که، یا گرو کردن جنس ای است که امی حق اگر ادا نشود از طرف کسی که بالایش حق است، اگر امی حق از طرف کسی که بالایش امی حق است ادا نشود، باز از امی شایی که حبس شده ای حق گرفته می شود، از امی شایی که حبس شده ای حق گرفته می شود. شما اگر مثلا بیاییم در اینجا یک مثال بگوییم، خب متوجه باشین، میشه که بازی مثال شما تفصیلی نشته کنین در کتاب فایتون. محمد رو برزن میگم احمد بالای محمود یک لگ افغانی قرض دارد یا دین دارد. به طور مثال محمود از پیش احمد خواست که ما میگم مشکل دارم، یک لگ افغانی برای ما قرض بده. او برش قرض داد، لیکن احمد گفت که درست است که ما برات قرض میتم، لیکن در مقابل ازی تو برای ما یک چیزی برهن بده که احیانا اگر تو نمیتونی که همی یک لگ افغانی مرا بپردازی، ما از همی چیزی که تو برای ما گراو دادی باز امو یک لگ افغانی خود را به دست بیار. محمود هم قبول میکنه، میگه درست است، یعنی همی اتاق یا نمو خانه ما که مثلا در فلان رای قرار داره، دو اتاق داره، سندش نشته میکنه که به نزد تو گراو است. به نزد چی است؟ گراو است. اینی عقد گراو شد. اینالی
اگر محمود 1 لک افغانی احمد را ادا کرد، خانهش براش تسلیم میکنه، هیچ نوع مشکلی وجود نداره. اگر نتوانست که در وقت معین محمود هم 1 لک افغانی را ادا کنه، احمد مراجعه میکنه به مراجع ذی صلاح، مراجع مربوطه، مراجع مسئول، برش میگه که اینه به اساس از یک محمود 1 لک افغانی قرضدار ما بود و او حالی نمیتونه می قرض مرا بپردازه و ما این خانهش به نزد خود گرو دارم، چی بکنم؟ محکمه یا مراجع ذی صلاح محمود را میخواه و برش میگه که پیسه داده میتونی یا خیر؟ اگر گفت که میتونم اینه سبا دیگه سبا یا رفت آباد برش میتونم، گفت خلاص میشه. اگر گفت که نمیتونم، باز محکمه در روشنی احکام و قوانین برای فروش از خانه و استحصال و استیفای حق احمد اقدام میکنه و او را باز فیصله میکنه. یک مثال را متوجه باشین که احمد خانه را دیجه بگرو گرفت، آیا احمد از این استفاده کرده میتونه یا خیر؟ آیا احمد در این خانه نشسته میتوند یا خیر؟ این مسئله باز در درس های بعدی میه. آلی دیجه مختصر من قدر میگم که علما در باب رهن اکثر و بیشتر علما و جمهور علما همیشون میگه که از این خانه گرو گیرنده استفاده کرده نمیتواند. لکن چیزی که در عرف و در جامعه ما شما وجود داره و یک چیزی به نام بیع جایزی است که انشالله باز دمو جایی که آمدیم در مسائلی که بیان میکردیم میره انشاءالله در جا به تفصیل بیان میکنیم. باز هم اگر کنم محصر عزیز نفهمید انشاءالله میشه که باز سوال کنم و را باز به تفصیل بیان میکنیم. ای بود تعریف رهن که در خلال این مثال توضیح واضح شد. جعل شیء محبوسا به حق ممکن استفاه منه، یعنی گشتاندن یک چیز محبوس یا بند در مقابل یک حقی که استفای از او باز از او ممکن باشه. این حال ما شما در این مثال که دیدیم محبوس خانه قرار گرفت که مو گرو شد و حق چی بود؟ حق 1 لک افغانی بود. این حال از خانه 1 لک افغانی استفایش ممکن است؟ بله ممکن است. این صورتی که ما براتون بیان کردم که باز به قضا مراجعه میکنه و قضا حکم میکنه که این خانه به فروش برسه و 1 لک افغانی احمد داده شود. ای بود تعریف رهن. ای بود چی؟ تعریف رهن که به یه اساس براتون خوانده شد. بعد از این میایم به دلایل مشروعیت رهن. دلایل مشروعیت رهن که دلایل مشروعیت رهن از چی است؟ طبعا رهن به دلایل سیگانه مشروع گشتانده شده است. به دلایل سیگانه رهن مشروع گشتانده شده است. قرآن عظیمشان، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنان اجماع امت میایم اول به قرآن عظیمشان. در قرآن عظیمشان کدام آیتی وجود دارد که موضوع رهن را بیان کرده و موضوع رهن را جوازش را بیان کرده؟ این آیت قرآن عظیمشان است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. الله متعال می فهمه اگر بودید شما در سفر و پیدا نکردین کاتب را که دین را نشته کنه، باز در مقابل دین یک چیزی به شکل رهن قبض شده باید پرداخته شد. یک چیزی به شکل رهن قبض شده باید چی شود؟ پرداخته شود. محسنین عزیز و گرامی، این آیت در سوره بقره 283 است و آیت 282 سوره بقره که طویلترین آیت های قرآن عظیمشان است در مورد دین و کتابت دین نازل شده است. و آیت قرآن عظیمشان که طویلترین آیت است آغازش به این کلمات است: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. اگر شما با دین معاملی مداینه کردید و را باز نوشته کنید. الى اخرش که باز تجارت و مسائل نوشتن و شهادت گرفتن این مسائل است. بعد از این آیات آمده که اگر شما در سفری بودین باز کاتبی را پیدا نکردین، در این صورت باز به خاطر توثیق دین
به خاطر محکم شدن دین، به خاطر محفوظ شدن دین از زایی از یا شما باز یک چیز به شکل گراو بپردازین، یعنی کسی که مدیون است او برای دین یک چیز را به شکل گراو بپردازه که باز از امو گراو ای بتانه که حق خود را بگیره. ای دلیل مشروعیت رهن از قرآن عظیم شان بود. فریحان و مقبود ای از چیز گرفته شده، رهن گرفته، فریحان باز رهن چیزی به شکل گراو داده شده که قبض صورت بگیره، که قبض صورت اینه به مدیون به دائن او تسلیم شده، از طرف مدیون به دائن چی شده؟ تسلیم شده. خب محصلین عزیز و گرامی، این دلیل مشروعیتی از قرآن عظیم شان بود. سنت یا حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد مشروعیت رهن، این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است. عن عایشه رضی الله عنها قالت توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و درعه مرهونه عند یهودی بثلاثین صاعا من شعیر. از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است، میگه که فوت شد رسول الله مبارک، وفات نمود رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حالی که زره از او گرو بود به نزد یک یهودی در مقابل 30 پیمانه از جو. این پیغمبر صلی الله علیه و سلم 30 پیمانه جو از امی یهودی قرضدار بود، باز آن حضرت صلی الله علیه و سلم زره خود را بر ازی یهودی گرو مانده بود. یعنی ببینین پیغمبر صلی الله علیه و سلم این معامله را انجام داده و با حتی با یهودی او را انجام داده و زره خود را نزد یهودی گرو گذاشته. صلی الله علیه و سلم زندگی چقدر زندگی زاهدانه داشت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شعیر یا جو را به خاطر مصرف خامی خود می گرفت و او را در مقابلش چیزی زره خود را گرو گذاشته بود و او چیزی نداشت که برزو پردازه. خب این دلیل، این حدیث دلیل چی است؟ دلیل مشروعیتش است. طبعا وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چیز انجام داده، منایی که سنت عملی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و این دلیل مشروعیتش است. دلیل سوم مشروعیتش چی است؟ اجماع امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در کتابای فقه آمده که و اجماعت الامت على جواز الرهن، اجماعت الامت على جواز الرهن، امت بر جایز بودن رهن اجماع نموده است. امت بر جایز بودن رهن اجماع نموده است، یعنی امت اجماعا و به اتفاق همشان میگویند که رهن جایز است، عقد رهن جایز است. در امت اسلامی ایتو یک کسی، یک مجتهدی، یک عالمی پیدا نمی شود که از وای ایتو قولی نقل شده باشد که بر ممنوعیت یا ناروا بودن رهن قول کرده باشد. نه، بلکه تمام امت، تمام علمای امت در این رابطه به اتفاق می گویند و اجماع کردند که این جایز است و کدام ممنوعیتی نداره. یک حدیث اجماع شد. یک حدیث دیگه از ایرم براتون میگم، من میتر اگر باز کسی نوشته میکردند خوب است. یک حدیث دیگه هم از انس رضی الله تعالی عنه روایت شده. دو حدیث قسم است که ولقد رهن رسول الله صلی الله علیه و سلم درعه بشعیر، ولقد عن انس رضی الله عنه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير.
انس رضی الله عنه میگه که گراو کرده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم زره خود را در مقابل شعیر. اینو علی ای حدیث هم آمده و حدیث قبلی، حدیث قبلی تقریبا یک نو بیانی از این حدیث است که او تقریبا نو شعیر یا جو چقدر بود؟ سی پیمانه بود و به نزدی که از کی شعیر یا جو را گرفته بود؟ از نزدی یک یهودی گرفته بود. دیگه به شکل مجموع ما میتونیم که بگویم که رهن مشروع است و دلیل مشروعیتش قرآن عظیم شان، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنان اجماع امت اسلامی، اجماع امت اسلامی. دیگه خلاصه تعریف رهن شد که رهن به معنای چی است؟ رهن به معنای حبس است، در لغت به معنای حبس کردن است، مستی که کل نفس بما کسبت رهینه ایره گفتیم یا کل امرئ بما کسب رهین، و در اصطلاح محبوس قرار دادن یک جنس در مقابل یک حق که استفایش از آن ممکن باشد. استفایش از آن چی باشد؟ ممکن باشد. و ایرم در مثال برتان بیان کردم که حق چی است، مثلا دین است، و در مثال بیان شد که مثلا چیزی که بگراو داده میشه چی است؟ مخانه است. و اینجا خانه را گفتیم میشه که چیز دیگر را بگراو بده، میشه مثلا انگشتر طلا باشه، میشه مثلا یک کتاب باشه، میشه مثلا یک چیز دیگر باشه. خیر روجا خانه مثال دادیم. و ای وقتی که حق یا دین را مدیون ادا نمیکنه، مدیون چیز توانی ادای از را نداره، بازی مثلا میشه بود میره بود طرف محکمه که باز اونا فیصله میکنه که باید این حق را ادا کنه. اگر ادا نتونست همی چیز به فروش میرسه، همی جنس به فروش میرسه و حق از او استیفا میشه. و خلاصه دیگه ای که دلیل مشروعیت از این را گفتیم که به قرآن، سنت و اجماع مشروع است و هیچ کسی در این مخالفت نکرده، هیچ کسی در این مخالفت نکرده. حکم رهن چی است و بعد از او ارکانش؟ اول حکم رهن متوجه باشین یعنی حکم شرعی، و دلیل مشروعیتش بود، جایز است، لکن وقتی که جایز شد بعد از این آیا مثلا این در جواز، در مشروعیت، در مرحله کدام مرحله قرار داره؟ فرض، واجب، سنت، یا اینکه جایز یا مباح است؟ اینجا شما متوجه باشین که این متن میگه که اتفق الفقهاء على ان الرهن من الامور الجائزه وانه ليس بواجب. فقها اتفاق کردند که رهن از امر، از امور جایزه است و واجب نیست. چی معنا؟ یعنی به این معنا که وقتی که یک معامله دین قرار گرفت، اگر کتابت نشد، آخه کتابت بود، کتابت نشد، یا بعد از اون مثلا به چیز داین و مدیون قرار گرفت، داین و مدیون برشان جایز است که امی عقد را انجام بده، واجب نیست، واجب و فرض بالاش نیست که حتما اینا عقد رهن انجام بده. و این را به خاطر میگه که بعضی از اهل ظواهر اونا به این عقیده هستن که در روجشون امر آمده اگر کتابت دین نشد دیگه باز و معامله دین صورت گرفت، در روجه باز واجب است که رهن هم صورت بگیره. اما جمهور فقها و اساس اتفاق خود میگن که نه، ایجا رهن واجب نیست، بلکه چی است؟ بلکه جایز است. دیگه ای از جوازش را به وجوب نمیبرن، از جوازش را به وجوب نمیبرن. دیگه خلاصه ای که عقد رهن جایز به دلایل سیگانه، اجماع، حدیث و چی؟ قرآن عظیمشان. و درجه جوازش چی است؟ درجه حکمش از لحاظ شرعی چی است؟ در درجه جواز قرار داره و واجب نمی باشد. در درجه جواز قرار داره و واجب نمی باشد. چرا که اگر ما او را حکم وجوب بتیم، معنایی که هر کسی که معامله دین انجام بده یا او را نشته کن، اگر نوشته نتانست، باید او را در وجه معامله رهن انجام بده. و یک نوع اگر قسم چیز شما باز یک نوع حرج است با امت اسلامی، امت اسلامی اگر با مسلمان روز یک نوع حرج است که او حرج باز ما شما دیگه در دین مرفوع است، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ای حرج در دین مرفوع است. دیگه به می اساس فقهای اتفاق کرده که از امور جایزه می باشد و واجب نیست، از امور جایزه می باشد و واجب نیست. ای بود بخش اول درس چهارم ما شما، ای بود بخش اول درس چهارم ما شما.